ابن هر را تا جهت میشناسی بن کامل؟ بی اغراق مثل کف دستم او را میشناسم. آدم دندانگرد و طماعی است. سوابق شرارت هم دارد. از آن ابن الوقت هایی است که بلا نسبت سر به زنگا پیشابشان میگیرد. غلط نکنم برای ابراهیم دردسر درست کرده. ظاهرم بر سر تقسیم غنایم جنگ با ابراهیم مرافعه کرده. ابراهیم به او باج نداده و عذرش را خواسته. او هم با افراد عشیرهش لشکر را به قصد کوفه ترک کرده. به درک! امثال ابن هر باعث بدنامی سپاهند. همان بهتر گورشان را گم کنند. لشکر خدا برای غلبه به ام الفتنه به سربازان بیغلقش محتاج است. ابن هر از اوباش و اراذل کوفه بود که به برکت قیام متحول شد و به ما پیوست. در طول قیام هم انصافا خوب مبارزه کرد. اگر قیام نتواند امثال او را شیفته خود نگه دارد، دوباره به دار و دسته اشرار پیوسته می شود موی دماغ دار و شرطه و شهربان. کاش ابراهیم با چند دینار سمه بیشتر دهانش را می بست. امثال ابن هر سیراتی ندارند امیر. امروز چند صد دینار می خواهد، فردا چند هزار دینار، پس فردا فرماندهی سپاه را مطالبه می کند. یکی از سنت های حسنه پیامبر به تعبیر قرآن، قانونی است به نام مؤلفت قلوبهم، یعنی اگر می توانی با مال و منال قلوب افرادی را متوجه خدا کنی مضایقه نکن. الا ای حال اسب سرکش لگام گسیخته ای رم کرده عازم کوفه است. پایش به کوفه برسد اخلال گری کرده سبب شر می شود. برای مهارش آماده باش. ابو مفلس، به ابراهیم اشتر بنویست رأی ثواب همان بود که کردید. بر خصم دین بتازید و از شماره ایشان نهراسید که پیروزی قطعی با لشکریان خداست. اهلا و سهلا سردار. اهلا اهلا. روزی که از رکابت جا ماندم دلم پر از غصه شد. احساس کسی را داشتم که به غرامت معصیتی از فضیلت جهاد محروم شده. وقتی قائله ابن هر را شنیدم حکمت جداییم را فهمیدم. امیر مختار مرا فرستاد تا شکاف ابن هر را برایت پر کنم. این هم نامش. خوش آمدی صاحب، خوش آمدی. اهلا و سهلا. اهلا و سهلا احمر. اهلا صاحب. اهلا و سهلا عبدالله. اهلا. اهلا و سهلا سفیان. مرحبا صاحب. اهلا و سهلا عبدالله. هنوز مطلبی برایم مجهول است امیر. مجهول یا مشکوک؟ ریشه شک در جهل است. چرا خطر کردی به دیدار ما آمدی؟ این که لباس عوض کرده ای تو را نشناسند ترفند بچگانه است. چون می دانم جاسوسان پسر مرجانه چشم عقاب دارند و شامه سگ مثل خودمان. سر مرجان آراغ بزند ما صدایش را می شنویم. معمای لاینحلی نیست ابراهیم. شما با یکی از صاحب منصبان لشکر شام سخن می کنید، نه با یک سرباز چشم گوش بسته شامی. حتما عواقب کارم را سبک سنگین کردم. می شود با کمترین دلیل موجه دهان همه را بست. فی المثل
من به اردوی شما آمدم تا از سر خیرخواهی مانع جنگی شوم که به ضرر و زیان همه مسلمین است. در ازای خدمتی که به ما میکنی چه میخوایی؟ تو سخاوتت. میدانم اشرافزادی چون شما قدر خدمت میشناسد و مراهمش شاهانه است. تو قول شرف داده ای به وقت حمله ما شمشیر وانهی و عقب بنشینی. یا این هم بهای قولت، بهای خدمتت را وقتی می دهم که به قولت عمل کنی. چون پسر مالک اشتری نصیحت را نقد می دانم. اجازه مرخصی می دهید؟ مشرف. مطلبی مرا متحیر کرده ابراهیم. شما می توانید کمک کنید از حیرت به در شوم. چطور شد شما با مختار بیعت کردید؟ من و مختار هر دو نیتی یکسان داشتیم و برای خونخواهی از پسر پیامبر هم قسم شدیم. در نیت شما و مختار تردیدی ندارم. در عراق هیچ تیر و طایفه منزلت عشیره نخعی را ندارد. هیچ کاری در عراق بدون دخالت شما و عشیرت به انجام نمی رسد. هنوز سلحشوری های پدرت ابیات لالایی مادران عراقی است. بی تعارف، شما نور چشم عراق عربید. البته مختارم مرد دلیر و زیرک و با اصل و نسبی است. متحیرم چرا مختار با شما بیعت نکرد. پس آمده ای بین من و مختار نفاق کنی؟ سگ کی باشم آقازاده؟ من به نزد شما آمدم چون با عقایدت موافقم. پدر و عشیرت برای من محترمی. شبهی داشتم و زبان آوردم. پاسخ شبهت را یافتی؟ نه. در عراق عرب ابراهیم اشتر بیش از مختار ثقفی حق سیادت و سروری دارد. شما زعیم قیام بودی، اغلب اشراف عرب حمایتت می کردند. امیر، ما شیعه ای. شیعه با علی و دودمانش بیعت کرده. به استاد کار کشتت حالی کن. کور دوبار عصایش را گم نمی کند. اگر امید دارد رگ عشیره‌ای ما را بجنباند، کور خوانده. من حرف دلم را زدم، نه حرف پسر مرجانه. شما مایلید باور کنید یا باور نکنید؟ ابراهیم اشتر کجا و مختار ثقفی کجا؟ برو ابلیس، برو. عجب، ما در میمنه لشکر شام مستقر میشیم. چه حالی؟ چی رفت کنان؟ مشتاقیم و ملتهب.
درست مثل دامادی که میخواهد به هجله عروس برود. عروس را عجوزه یافتید، پاپس نکشید. ممکن است بزک ابلیس باشد تا شما را فراری دهد. یبن زهیر؟ بله امیر. به کشی که دشمن برو و برای آخرین بار کم و کیفشان را بسنج. بله امیر. فرماندهان جناحین را بخوانید برای شور. بله امیر. تو به میمنه برو، تو به میسره، تو به قلب سپاه. به فرماندهان خبر دهید امیر احضارشان کرده. زود. چرا احضارتان کردم؟ میدانید؟ برای شور قبل از حمله. به اندازه کافی شور کرده ایم شورحبیل، نه؟ شاید نکته از قلم افتاده. تو چه فکر میکنی عمر؟ شاید امیر قصد جابجایی جناحین را دارند. شیوه متداولی است برای برهم زدن محاسبات دشمن که فلحال ضروری نیست. یحتمل امیر به آرایشی محیرالعقول رسیدند که عراقی ها را فلج می کند و چاکرین را حیرت زده. البته جناب عامل واهلی، به وقتش باید دید عراقی ها با چه آرایشی به میدان می آیند. احضارتان کردم برای دریافت غنایم فتح. این احکام امارت شماست بر بلاد عراق. جسور باشید و مسندهای غصب شده خود را پس بستانید. دست بوز همان جان نثارم. من فدای من. We'll be right back.
ابن لغک. بله امیر. سپاه را سه قسمت کن. سلس سپاه خودشان را پشت تپه ها استتار کنند، طوری که دشمن متوجه حضورشان نشود. نقشه است یا میخواهید عقبه سپاه دیده نشود؟ هر دو ابن لغایت، هر دو. یبن شمایت. بله امیر. قلب سپاهشان را میبینی؟ دیدم امیر، مشابه آرایشی است که در بنات تل داشتی. یحتبل میخواهند با سوارانشان مقراز ما کنند. تو و صاحب در قلب سپاه بیستید و با آرایش مناسب مقرازشان را بشکنید. صوفیان. بله امیر. کجای ابراهیم؟ کجای فرزند غیرت؟ نه نه، نشانم ندهید. من بوی مالک اشتر را میشناسم. بو میکشم تا پیدایش کنم. به خودت زحمت نده پدر جان. بعید است از این جمع بوی مالک را استشمام کنی. من به بوی مالک آمدم جوان مرد. اشتباه نمی کنم. شامم کار چشمانم را. چشمانت کم سوست؟ چشمانم کورند دلاور. در صفحه این ضربتی به سرم خورد، چشمانم را کور کرد و دلم را بیدار. در صفحه این با مالک اشتر همراه بودم و نفس در نفس شیر خدا داشتم. خودتی ابراهیم، اشتباه نکردم. تو ابراهیم مالک اشتری. من شریک ابن جدیرم شیر مرد. خوش آمدی شریک. چرا تا به حال خودت را نشان نداده ای؟ نخواستم و بالک گردنت شرم و ناامیدت کنم. از فلسطین آمدم به نیت جهاد با پسر مرجانه. بیا این تربت بیت المقدس است، به بازو ببند تا فتح خیبر کنی. هدیه با ارزشی است. قول میدهم مثل تخم چشمانم از آن مراقبت کنم. خدا خدا میکنم خود از سرم بیفته. میافتد صاحب، شک نکن، ما لشکر فاتحیم. قصه چیست صاحب؟ بارها تجربه کردم عبدالله، هر وقت حین جنگ خود از سرم میفتد ما فاتح جنگیم. ابن نمیر. بله امیر. آرایش عراقی ها را میبینی؟ بله، آرایش پیکانی است که مقراض شکن است. معلوم شود پسر اشتر مشاورین مطلع و زبده‌ای دارد. با این حساب شرحبیل گازب موری حمله کند باخته. باید نقشه حملش را عوض کنیم. عوض کنید منطقه در مقابل چشم عراقی ها. باید عراقی ها منتظر حمله گازنبوری شرحبیل باشند. جایی نقشه عوض کنید که مجال آرایش تازه پیدا نکنند. بله حتما. سر نمیر، عقل کل شامیان در فوت و فن جنگ است. ممکن است تله ای کاشته باشد. خاطر جمع، مراقبیم. جنب بخورن عجل معلق می شویم بر سرشان. شریک را هم با خودت ببر، خیلی بیتابی می کند.
شرمنده امیر، شاید نتوانم جانش را ضمانت کنم. میفهمم ابن لغیت، میفهمم. شریک را خدا ضمانت کرده. من به اجازه این مرد ایمان آوردم. او را ببر، پشیمان نمیشوی. یبنا جدایر. بله امیر. با توفیل ابن لغیت همراه شو. مأمور است به مقابله با محافظین پسر مرجانه. دعا میکنم به مراد دلت برسی. قربان مرام سخاوتمندانه است. با مرحوم مالک اشتر مو نمیزن. میتوانی بر اسب بنشینی؟ اسبش را بده، سوار شدنش با من. بسم الله. خیلی نزدیک شدند. برای حمله مقراسی فاصله بیشتری میخواهند. نقشه عوض کردند. با این حساب ما هم باید آرایش عوض کنیم. ایکان را به این سو بچرخانید. شریان خدا، بر بال ملائک سوار شوید تا اسب‌های شامی از دیدن شما برمند و سوارانشان را بر زمین بکوبند. یا لسارات الحسین، یا لسارات الحسین. Thank you.
شزه عراقی ها در یک شش به هم زدن آرایش عوض کردن. ترهبیل مبهود مانده، نقشه تازه میخواهد. میشنوی؟ میشنوی ابن نمیر؟ این آلت قتال باید در دست ما بود، نه در دست بسرشتر. این محمل از که شنیده ای ابله؟ از عراقی ها. و وقت جا به جایی فریاد میکردن ای لشکریان خدا بر بار ملائکه بنشینید تا اسبهای شامی به دیدن شما رم کنند و سوارانشان را بر زمین بزنند. همین هم شد، اغلب سواران ما سرنگون شدند. بال ملائک درس هایی است که پسرش در درس فینا مخته. رخصت دهید میروم و سحر کارشان را باطل میکنم. برو برو برو، هر کار بلدی بکن. این رخ نمیتواند کمر ما را بشکند. بله امیر. چرا به جای خودخوری دستور عقب نشینی نمیدهی؟ عقب بنشینیم که پسر اشتر جریتر شود؟ چاره چیست؟ عقب بنشین تا برای جهل شامی ها پادزغی پیدا کن. خل! عقب نشینی در شرایط فعلی زخمیز کشنده. بیگر خود میزنیم. مرد رند شامی ها به میدان آمد. خدا کند توفیل از پس پسر نمید براید. Thank you.
تو با نیمی از افراد عراقی ها را دور بزن و از پشت سر با آنها بتاز. من هم سواران مقابل را مشغول می کنم. سفیان. بله امیر. نوبت توست که قلب فتنه را پاره کنی. عمیر آنجاست، نزدیکترین کس به پسر مرجانه. میبینی؟ دیدم. عمیر با ماست، سپر از پشت بسته، قول داده با یورش ما عقب بنشیند. حیله کرده باشن چه؟ تو طوری حمله کن که مانع عمیر را از میان برداری. بله امیر. سواره عقب نشینی کرده، پشت تپه کمین کنید و منتظر دستور باشید. تیرانداز برای تپه
تیرانداز ها هدف سواران مقابل. زهیر. بله امیر. فلفور به کمک سفیان بتاز. فقط سر امیر غرامت خیانت هاست. بله مجده، پسر مرجان کشته شد. تخت و پرچمش که هنوز پابرجاست. خودم دیدم امیر، شریک چنگ در گلوش داشت و آنقدر فشار تو خفه شد. بیا تو پسر مرجان را ببینی میشناسی؟ بریخت و قیافه نه امیر. پس از کجا فهمیدی پسر مرجان بوده؟ از ذره و خودش فهمیدم سالار شامی هاست. وقتی شریک خفه اش کرد فریاد زد پسر مرجانه را کشتم، پسر مرجانه را کشتم. حدس میزنم شریک در تشخیص دچار اشتباه شده و به جای پسر مرجانه پسر نمیر را کشته. من هم بعید میدانم پسر مرجانه به میدان بیاید. باید راه فرارش را ببندیم.
عراقی ها، عراقی ها از زمین نهر خازن عراقی سبز می شود. شکر خدا شما که زدید امیر. قرار است مرده باشم. زبانم لال، محشر کبراییست امیر. در میانه میدان شایع شده شما را کشتن. اوضاع وخیم است امیر. لشکریان ما اغلب فرار میکنند. من مردم؟ پس ابن نمیر چه غلطی میکند؟ بدبختانه ابن نمیر کشته شد. نمایل کشته شد. خودم دیدم امیر. یک عراقی او را خفه کرد. خیال میکرد ابن زیاد را کشته. چه کار میکنی؟ چرا شیپور رو جنگ میزنی؟ کابوس اشتر لوک عاقبت قبض روحت میکنه. زود به عامل باهلی و عمید خبر دهید عقب نشینی کنن. زود زود. زمین زیر پایت شیر خورد و عراقی ها بیرون جستند و تو را خوردند. من که سر و مر گنده در کنارت نشستم. من خودم دیدم یمن نمیر عراقی ها تو را بلیدند. منم مقل یار خار و غم خارد. خودتی به در سوخته ای لشکریان خدا، نوبت فتح الفتوح ماست. همراه من بیایید که پسر اشترم و نسب از دلیر مردان دارم. عمید کیفر خیانتش را چشید. اجرکم عند الله. باید خودمان را به پسر مرجانه برسانیم. شیپور عقب نشینی زدند. به گمانم گریخته. بال هم در آورده باشد باز جای دوری نرفته. قسمت ما باشد شکارش میکنیم.
امیر، قلب سپاه فتنه در هم شکست. پسر زیکلا و پسر نمیر هر دو کشته شدن. اما هنوز پسر مرجان زنده است. باش کیست داری؟ ترس کشنده تر است. دیری صافی دیری یادشو پیادش لباس سربازان را بپوش تا ما رو نشناسن. نه نگم. من شما اید. با نیمی از سواران شامیان را دور بزن. اگر خواستند فرار کنند مانعشان نشو. بله امیر. صاحب. بله امیر. ما به قلب فتنه یورش میبریم.
مرجانه را میشناسی صاحب؟ بدبختانه قیافه این هستش خوب یادم نیست. تو باقی شما اتحصار را بشکنید، من به تقیب فراریان میروم. طایفه بنی هاشم تا جایی که نزاع باشد با آشتی و صلح قریبند. مصلحت مسلمین اقتضا کند از رو در رویی با این طایفه ابایی ندارم. اندک مجالی میدهم با سیاهی سگ قلاد شکسته سقفیت را مهار کنی. بمان نمک بهرا، به حجب حیای امیر مختار قسم، دست از افکار تاریکت بر نداری کوفه را برایت جهنم میسازم. من از اوی سکهایی چون تو میترسیدم که سنگتان نمیزدم. شمای حرمت خانه خدا را حفظ کنید. راه باز کن برو. امیر ابن هر سوداییست و سر به هوا، یحتمل بنی زبیر او را خریده تا در میان ما نفاق اندازد. به اهانت او پاسخ در خور ندهید. از فردا هر کور و کچلی در مقابل شما شیر شده و میراث نداشته پدرش را مطالبه می کند. بنشمید، اعتراض به حاکم مسلمان حق هر مسلمانی است. این شیوه پیشوای ما علی بود. ما نمی توانیم او را به جرم عقایدش تنبیه کنیم. باز کنید در قبیله را. خاموش ضعیفه، حتی چی کنی میدهم دهانت را گل بگیرم. بر می آید از تو آن امیر قلدرتان بر می آید. بیا بیا دهانم را گل بگیر بی غیرت. لعنت به شیطان. هی هی، در حکومت امیر مختار اهانت به زنان جرم است و الا گیسد را به دم اسب می بستم تا پوزه کثیفت به فحاشی و حتی چی نجنبد. نه نه، دست به اون نزنید که لک بر می دارم. او را نشناخته اید؟ این عروسک تا دیروز دستمال حریری بود در جیب قبای شوهرش. از وقتی ابن هر غیرت و مردانگیش را به آل زبیر فروخت، دستمال حریرش را سر چوب کرد تا شهرتی پیدا کند. زلزله شوید و ولوله درست کنید. از زجه و التماس و مویه بیوه زنان نهراسید. دار و شرطه مختار را کمر بشکنید. هر آنچه غنیمت نصیبتان شد نوش جانتان. از صاحب خانه ابن هر میروی، خانه اش را ویران میکنی و اهل بیتش را اسیر. کاری را بکن که دستور دادم بن کامل. چه توصیه‌ای داری؟ مشتی اوباش به خانه های مردم میریزند، میکوبند، غارت میکنند، حیثیت تو و شرطه‌هایت را میبرند.
حکومت را بی عرضه و ناتوان قلمداد میکنند و تو میخواهی توصیه کنی خشمم را فرو برم و مماشات کنم؟ این همه بیداد نبینم؟